بخش آخر برنامه از دوستای عزیز و در این بخش میخوامین که میشه میخوایم که یکی از ورزشکارهای خیلی خوبه به شما و معرفی بگیریم و شما هم آشنایی بیشتر پیدا کنین با ورزشکارهای خوب ما که در افغانستان هستن، با دخترها و پسرها، کسایی که همیشه ورزش میکنن، قهرمانای ما هستن، تلاش کردن همیشه بخاطر ورزش افغانستان و بخاطر به اهتزاز آوردن بیرق افغانستان زیاد کوشش کردن. پس این بارا میریم یکی از ورزشکارهای خیلی خوبه به شما معرفی میکنیم، نصرت الله آخوندزاده، یکی از امیمکارهای افغانستان. با زندگی نامشان بیشتر آشنا شوین و بشناسینشان که چه کارهایی کردن، چقدر افتخار آفرینی کردن به افغانستان. میریم زندگی نامه نصرت آخوندزاده را با هم میبینیم و در ادامه برنامه که من صدیه همراهتان خداحافظی میکنم، با ما باشید. نصرت‌الله آخوندزاده هستم، یک تن از قهرمانان رشته MMA یا مبارزات در افغانستان و 27 سال سن دارم. زمانی که به تحصیلات خود رو آوردم، از سنف ابتدایی از دلیسه استقلال تا سنف 12 تحصیلات خود را پایین رساندم. در زمان طفولیت بسیار علاقه زیاد به ورزش داشتم، بخصوص در بین ورزش ها رشته کشتی که و از طرف فامیل هم بسیار تشویق و سپورت می شدم و مدت بسیار زیاد هم در حدود 12 سال رشته کشتی را نزد ترینرهای بسیار خوبم، استاد غلام سخی و نجیب الله نوری پیش بردم که از نونهالان کشتی کردم از وزن 32 کیلوگرم. بعدا جوانان و تیم ملی 18 و 19 و تیم ملی عضویت تیم ملی کشتی را داشتم چندی سالی که من کشتی کردم. بعد نسبت به رشته کشتی علاقمندی من زیاد به مبارزه آزاد یا MMA شد و من رو آوردم به MMA. من ورزش MMA را از سطح آماتور شروع کردم نزد استاد واسی قیومی، مدتی که من آمدم در بسیار مدت کم، در مدت 3 ماه من تانستم عضویت تیم ملی آماتور MMA را بگیرم و خوشبختانه در این مدت 3 ماه من هم یک سفر داشتم که مسابقات جهانی بود در انتالیای ترکیه، بین 26 کشور بود. من اولین سفر MMA من بود که در بخش آماتور من در مسابقات جهانی اشتراک کردم. در بین 26 کشور توانستم که در وزن 68 کیلوگرم مقام اول و مدال طلا را به نام افغانستان کسب کنم که خوشبختانه من در اون مسابقات بسیار با یک روی بالا داخل رنگ مسابقه شدم و مدال طلا را به نفع افغانستان آوردم. بعد از او من تمرینات خود فشرده پیش بردم نزد ترینرهای خود، اگر ترینر بوکس ما استاد تمیم اختری، ترینر کشتیم استاد خلیفه غلام سخی و نجیب الله نوری، بخش MMA ما استاد واسی قیومی و من مدت 1 سال بازی MMA را آماتور پیش بردم که بسیار نتیجه خوبی داشتم. بعد مسابقات پاکستان بود، در بخش آماتور اوجم رفتم، مسابقه اشتراک کردم، توانستم حریف های خود شکست بدم و مدال طلا بگیرم. بعدا در وجود خود توانایی ها را دیدم، رو آوردم به مسابقات پروفشنال که خوشبختانه در بسیار مدت کم توانستم که من دستاوردهای خوبی در مسابقات پروفشنال هم داشته باشم. اولین سفر پروفشنال که من انتخاب شدم، من در کشور پاکستان که بین بهترین فایترها یک برنامه برگزار شده بود که 9 ماه پای در پروفشنال موندیم، از بین 50 و چند نفر ورزشکار بین 2 کشور بود، پاکستان و افغانستان، 25 نفر از افغانستان بود، 25 نفر از پاکستان. در بین از اینا 1-2 بهترین فایتر انتخاب میکردن که برای اونا فایت مرکزی جور میکرد و خوشبختانه در بین 25 نفر مرحله امتحان خود بار اول که ما دادیم که در او ما مقام اول گرفتم و در بین 25 نفر
به مسابقات مرکزی پاکستان من انتخاب شدم و عین شکل از اول تیم پاکستانم همین رقم انتخاب شد و فایت پروفشنالمون که یکی از قهرمانای خوب پاکستان به نام پرنس علمگیر خان که یکی از فایترهای پروفشنال خوب پاکستان بود، ما امرای اونا تاریخ مسابقه ما ست شد، تعیین شد و ما امرای اونا مبارزه کردم. اولین مسابقه حرفه‌ای ما به من بسیار جالب است که در فایت مرکزی من انتخاب شدم که 5 راوند بود و اونا هم یک فایتر خوبی بود. خوشبختانه من تانستم و عریف خدا در راوند سیام با مو ضربات آرنج و مشت ما تسلیمش بسازم و بیرق افغانستان بلند کنم و کمربند قهرمانی را دان خود کنم. بعدا رو آوردیم باز به وطن و تمرینات خود بسیار فشرده جدی پیش بردیم و مسابقات بعدی را آمادگیش گرفتیم و زمانی که افغانستان آمدیم تمرینات خود پای ما آزاد در پروفشنال در بخش MMA در پروفشنال شد که بعد از او مسابقات دیگه ما در هندستان بود، اونجا هم تانستم که من خوب مبارزه کنم. بعد از اون مسابقات بحرین بود که من در بحرین هم تانستم کمربند قهرمانی را بگیرم و مسابقاتی که پای در پای من چندین سازمان ها داشتم، دستاوردهای خوب داشتم و ایش در کارنامیم تا 2018 باخت نبود. خب من بسیار خوب میدرخشم و همین به هر مسابقه که من اشتراک میکردم بسیار رویه میگرفتم و تشویق میشدم، تمرینات خود جدی پیش میبردم و آخرین مسابقه که من از هندستان برگشتم به افغانستان و دیدم که ورزش تنها نمیشه، من رو آوردم به تحصیلات خود که من از سنف 12 زمانی که از لیسه استقلال فارغ شدم تحصیلات ما کنار گذاشته بودم، فوکسم زیاد سر ورزش بود. بعد از او در یکی از دانشگاه های شخصی ما در رشته دلخواهیم که حقوق علوم سیاسی میشم تحصیلات خود پیش آغاز کردم و شروع کردم، در ضمنی که ورزش میکردم تحصیلات خود هم پیش ببردم و اولین مسابقه که در افغانستان در تاریخ افغانستان شد در رشته MMA که ما تانستیم یکی از قهرمانای خوب ایران سازمان چیفسی دعوت کنیم به یکی از رسانه ها و اولین بار بود که در سال 2015 ما اونا را دعوت کردیم در داخل افغانستان. یکی از بهترین قهرمانای ایران که به نام داریوش خردمند بود که هموطنان عزیز ما مسابقه ما را لایف تماشا کردن و با یکی از فایترهای خوب ایران ما در داخل افغانستان مبارزه کردم که خوشبختانه اونا را هم با اون غروری که هیچ باخت قبول نداشتن و کارنامه شیرداک ما وقت هم 4 شیرداک ما داشتم، اونا 5 تا، در 5 تا اونا هیچ باخت نداشتن، اولین باخت در افغانستان با ما کردن و بعدن که ما تانستم کمربند قهرمانی اونا را بگیرم ازشان و اولین مسابقه که در داخل افغانستان ما کردم او یکی از مسابقه های بسیار جالب ما بود. بعدن در سازمان های روز به روز که ریکارد ما بهتر شد و سازمان های خوبی از ما دعوت کردن و مثل سازمان سوپرلیگ که یکی از سازمان های خوبی است در هندستان، ما عضویت 5 سالی از او را گرفتم، قرارداد امرایشان کردم که یک مبارزه داشتم با یکی از قهرمان های خوب هندستان که او فایتر با وصفی که ریکاردش از ما کرده بسیار زیاد بود، حتی وزنشم یک وزن بالا مبارزه کردم، وزن استاندارد 70 کیلوگرم بود، من یک وزن بالا 77 کیلو رفتم و او از 85 کیلو آمد 77 کیلو. خب با وصفی که من با او بسیار از نگاه جسامت از نگاه تجربه پیشش ضعیفتر بودم، خوشبختانه من تانستم که او حریفم شکست بدم و بیرق افغانستان هم بلند بسازم. وقتی که من تمرین‌ها را بعضی از جوان ها خوستن از طبقه ذکور و ایناست، اکثریت دائم در صفحات اجتماعی با من و تماس میشن و از زمانی که ما از مسابقات آمدیم که یک جای باشگاه و ساب تمرینی مجور کنم، خب هیچ وقت اگر در حقیقت ما بگویم یک پلیر ترینر شدن نمیتونه، بخاطر اینکه خودش در فرم مسابقات است
و به خصوص مسابقات پروفشنال ترینری کردن نمیتونه. خب تقاضای جوانا زیادتر بود و ما یک دو باشگاهی داشتم که الحمدلله در او جوانا از طبقه ذکور و ناز زیاد تمرین میکردن. خب کلمه استاد بسیار کلمه بزرگ است. خب استاد خدا نمیگم، مگم در مقابل جوانا استاد میشدم که شان همکاری های میکردم و ماشاءالله بسیار فایترهای خوبی تربیه شدن و مسابقات کردن، هم از طبقه ذکور هم از طبقه ناز و در وزنهای مختلف که در داخل افغانستان در وزنهای قهرمانی دارن و بسیاریش هم خارج از افغانستان دستاوردهای خوبی داشتن. ما الگوی ما میخوایم خودم باشم، خودم یک الگو باشم و دیگه جوانا. ما هیچ وقت خوش ندارم که ما از کس تقلید کنم و ما کس بگویم که ما بسیاری ورزشکار هاست که میگن ما میخوایم الگوی ما خبیب از کانر مگریگو است. خب ما در وجود ما ایتو یک اندیشه و فکر است که ما خودم یک گلگو و تمام جوان ها و خصوص به افغانستان خارج از افغانستان خودم یک گلگو باشم. خب ما زیادتر همین توجهیم است. خاطرات خوش ما در رشته MMA بسیار زیاد است که در وجود پروفشنال اماتور مسابقات ما 27 مسابقه میشه. در 27 مسابقه هر مسابقه که میریم وقت زمانی که بیرق افغانستان بلند میشه و سرود ملی پخش میشه، اینمی خاطرات خوشم است و خاطره بد ما که بسیار بود در این مسابقه اخیرم که ما در کشور روسیه با یکی از حریفای پرقدرت خود داشتم که از داغستان بود، بسیار صدمه ما از نایه چشم از نایه پای دیده بودم با وصفی که ما از طرف حکم وسط مسابقه استاب شد، دکتر اجازه را نداد و ما با همو حالتم من قبول نکردم، همو سه راونه با حریف مبارزه کردم و که متاسفانه مسابقه را به یک دو نمره همه حریف واگذار ساختم و من مطمئن بودم اگر اون مسابقه به جز از روسیه در کشور دیگه می بود اون مسابقه به نفع ما بود، امتیاز ما بالا بود. خب و کشورشان بود مسابقه را به نفع اونا اعلان کردن و زمانی که من پس از مسابقه برگشت کردم و امرای ترینرهای فیلم شریک ساختم و اینا تماشا کردن و دیدن مسابقه را 100% ما برنده بودم. خب در کارنامه MMA زمانی که یک ورزشکار نکاوت میشه یا تسلیم میشه برش مشکل مواجه میشه، اما در نمره برش کدام مشکلی نیست. خب و امو است که ورزشکارهای افغانستان اکثریت که میگن باخت بسیار رویشان ضعیف میشه و مایوس میشن، همونست که ورزش اعلام میتن. مگر ما هیچ وقت مایوس نشدیم و بسیار زیاد در اون مسابقه واقعیت که من با وصفی که من افغانم شده بودم بسیار جگرخون و این علت جگرخونی ما یا چیز ما در این نبود که من چرا افغان شدم، با وصفی که من چند روز بستر بودم در این بود که چرا ما مسابقه را باختیم. خب خاطرات تلخ شیرین در امیمی زیاد. خب در افغانستان تنها ورزشکارا با مشکل مواجه نیستن، تمام اگر ما شما ببینیم اگر ورزشکار از اگر محصلین است، اگر بخش هنرمندا است، مشکل سرتاسری دارن. خب میایم سر ورزش به خصوص رشته MMA، مشکلات در افغانستان در خانه ورزش افغانستان از اول بوده. خب ما با امید دو روزی بودیم که روز به روز خوبتر شوه، مگم برعکس روز به روز خرابتر شده رفت و مشکلات سرتاسری از هر لحاظ است. زمانی که ما اماتور تمرین میکردیم برای ما وعده ها بود که شما در پروفشنال بین را پیدا کنین، انشالله برای شما همکاری از هر لحاظ میشه. زمانی که فایتر پروفشنال شدیم، فایتر تکمیل شدیم، دستاوردهای خوبی آوردیم از خانه ورزش افغانستان، از تربیت بدنی، از حکومت، دولت، یک ورزش MMA نه، در تمام رشته ها هیچ تشویق و تقدیر نشدن و هیچ امای سپورتی به هیچ نگاه نشدن. خب او ورزشکارهایی که از خود زندگیشان مالیشان خوب است تمرین میکنن، او کسای قهرمانایی که روزگار زندگیشان خوب نیست کنار رفتن، مگم بهترین استعدادا بودن، مگم
از زمانی که ما به ورزش رو آوردیم، از امکانات شخصی فامیل خود ما پیش رفتیم و مرا سپورت فامیلم کرده و همین امکانات در فامیل ما بود و برادران پدرم و بعدا و دوست داشتم وطن خود، خوش داشتم که هر چقدر که ما مصارف کنم سر خود، ما با روز امید و تو روزی هستم که به نمایندگی از افغانستان برم، بیرق افغانستان را بلند کنم. خب تمنیات خود با می مشکلاتی که در افغانستان بود از هر لحاظ پیش می بردم و با می امکانات کمی که از نگاه جای تمرین، از نگاه جایی که ما درست تمرین کنیم، درست انرژی غذا بگیریم، خب با می امکانات کم تانستیم که یک دستاورد خوبه به ورزش افغانستان بخصوص به MMA داشته باشیم. هدف ما خدمت به ورزش افغانستان است. انشالله چیزی که در توانم باشه انشالله سر جوانان دریغ نمی کنم و هدف عمومی ما در ورزش MMA ای است که اگر عمر در حیات باقی بود انشالله ما یک هدف دارم که در سازمان UFC را پیدا کنم و در سازمان UFC در وزن 70 کیلوگرم ما کمربند UFC را به نفع افغانستان کسب کنم. همی بزرگترین آرزوی ما است. انشالله ما وعده میتونم به تمام هموطنان خود که ما در وجود خود همی توانایی ها را میبینم و با همی امکانات کم انشالله ما دست پنجه نرم کردیم و نرم میکنم که با مو آرزوی خود ما برسم. ما پیام ما به تمام جوان ها این است که امروز اکثریت جوان ها را واقعا که ما میبینم با مواد مخدر رو میارن و اکثریت فیصدی را ما اگر بگویم از 160% جوان ها امروز با مواد مخدر رو آوردن، از ورزش دور هستن. پیام ما دائم بر جوان هایی است که ورزش کنند. من نمیگم که بیان در رشته MMA، هر ورزشی را که دوست دارند، چی از طبقه ذکور چی از طبقه ناس، ماشاءالله نسبت به چند سال قبل امروز کلاپای خوب بسیار خوب در هر گوشه جور شده و بسیار ترینرهای استاندارد داریم، تمرین کنند تا افتخارات بزرگی به افغانستان کسب کنند. رسیدیم با آخرین دقایق برنامه و ناگزیر که از حضور شما عزیزان مرخص شم و تا یک هفته دیگه که در خدمت شما قرار میگیرم با یک برنامه دیگر ورزشی و شما ورزشکاران و ورزش دوستان از ورزش افغانستان و جهان با خبر میسازیم. شما رو به خداوند یکتا و یگانه میسپاریم و ناگفته نباید گذاشت که تشکر میکنم از تمام شمایی که لطف میکنین، همیشه در صفحه فیسبوک ما پیام میگذارین، انتقادات و نظریات و پیشنهادات تان بر ما میگین و ما هم به خاطر بهتر شدن برنامه از نظریات شما عزیزان استفاده میکنیم. و شما از جایی که علاقه مندی دارین به برنامه هفت روز ورزش، میتونین که از طریق یوتیوب تلویزیون جوانان افغانستان نیز برنامه هفت روز ورزش تماشا کنین. تا یکی از برنامه های دیگر، خداحافظ و نگهدارتان. یادتان نره که ورزش کنین، لبخند بزنین، همیشه جور و صحتمند باشین.